خب بینندگان گرامی، برنامه تلویزیون آشنا را مشاهده میکنید. گزارش های داشتیم در قبال واکنش کمیسیون مستقل انتخابات و حال میپردازیم به تحلیل این موضوع. دیروز تا کنفرانس مطبوعاتی ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات از وظیفه خود استعفا داد و دلیل آن را کوشش در حفظ انسجام روند انتخابات بیان نمود. واکنش دو کمپین را در مورد روند شمارش آرا و فعالیت دو کمیسیون از طریق دو مهمان برنامه خواهان تقدیمش با شما بودیم که متاسفانه آقای مجیب الرحمن رحیمی از صداد انتخاباتی آقای عبدالله عبدالله بنابرای معاذیری در برنامه حاضر نشدند و آقای عباس نویان از صداد انتخاباتی آقای اشرف غنی احمدزی از طریق استودیوی کابل با ما هستند. با سلام به شما آقای نویان. آقای پویان با عرض معذرت، ممنون از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین. ابتدا از واکنش صداد انتخاباتی شما در قبال استعفای آقای امرخیل آغاز می‌کنیم. اگر بر سایکل بسیار خلاصه بگوین که به نظر شما استعفا تا چه حد میتونه به انسجام روند کمک کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و بیننده‌های محترم تلویزیون آشنا. ما از استعفای جرأتمندانه و شجاعانه جناب امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات استقبال میکنیم در جهت تأمین وحدت ملی و حفظ مصالح اولیای ملت. ما فکر میکنم که یک قدم بسیار خوب است برای ازی که اعتراضات وجود داشته از جانب تیم اصلاحات همگرایی بالای جناب امرخیل، در حالی که ما اعتراضات غیر قانونی میدانیم به خاطر حفظ منافع ملی و مصالح اولیای ملت. بله. ما ایره قدم نیک و به این ارچ میگذاریم. بله. خب در حالی که در گزارش طوری که مشاهده کردید دیشب نشسته در بین نمایندگان ملل متحد یوناما و آقای عبدالله صورت گرفته تا هرچه زودتر این مزله انتخابات یا بنبست انتخاباتی ختم شوه، شما از ستاد انتخاباتی آقای اشرف غنی احمدزی حضور ملل متحد را من حیث میانجیگر در بین دو ستاد انتخاباتی برای ختم این مزله چقدر مؤثر ارزیابی میکنید؟ ما قبلا هم در این مورد ابراز نظر کردیم. ما سازمان ملل متحد به حیث یک مرجع بین المللی معتبر قابل احترام می دانیم. اما موجودیت از اینا را در این پروسه در صورت که استقلال هر دو کمیسیون قانونی که عبارت از کمیسیون مستقل انتخابات است و کمیسیون شکایات انتخاباتی است، استقلالیت از این دو کمیسیون حفظ باشه، ما در این صورت هر قدم ملل متحد خیر مقدم میگیم. بله. خب در حالی که کمیسیون ها از آقای عبدالله خواستن که تحریم انتخابات و روند انتخابات را ختم بگوید، چرا که با یکی از خواسته های از اون رسیدگی شده، اما باز هم ستاد انتخاباتی آقای عبدالله برخی دیگر خواسته هایی را دارن که او شامل قرنطین شدن صندوق های آرا از چند ولایت عمده مشرقی است. آیا ستاد انتخاباتی آقای اشرف غنی احمدزی هم خواسته ها و شرط های را مبنی بر مرتبط البته به تقلب در پروسه انتخابات داره که با کمیسیون ها در میان گذاشته باشه یا خیر؟ ما خوشبختانه همیشه از اطاعت از قانون هم در عمل هم در صحبت های ما همیشه یادآوری شدیم. ما از قانون اطاعت میکنیم. متاسفانه هیچ اعتراض جریان اصلاحات همگرایی قانونی نبوده و ما به هیچ صورت به اعتراضات غیر قانونی جریان اصلاحات و همگرایی لبیک نمیگیم. به خاطر از اینکه انتخابات، شما میدانین، انتخابات در سراسر افغانستان برگزار شد. مردم با وجود ناامنی و با وجود مشکلات فراوان، حتی شما اطلاع دارین در بسیاری از نقاط کشور یک تعداد از هموطنان ما به شهادت رسیدن، حتی اطفال بیگناه کشته شدن در این جریان. بله. کلک یک تعداد از افراد متاسفانه قتل شد. بله. ما فکر میکنیم که
باور ما ایست که این انتخابات برگزار شد در یک فضای صلح و نسبتا امنیت و مردم به پای صندوق ها رفتن، رأی خود ریختن و با وجود همه مشکلات که خدمتتان ارائه کردم مردم به صورت وسیع و گسترده در انتخابات شرکت کردند. باور ما ایست که یک سلسله تقلبات و تخطی از انتخابات صورت گرفته. ما هم پیشنهادات خود و مواردی که داشتیم به کمیسیون سم شکایات ارائه کردیم. جریان اصلاحات و همگرایی هم شکایات خود به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کردند. حرف ما ایست که بگذاریم که اینا طی مراحل شوه ای شکایات. متاسفانه قبل از اینکه شکایات طی مراحل شوه، جریان اصلاحات و همگرایی به صورت غیر قانونی انتخابات تحریم کردن و عقب نشینی کردن و خواستهایشان به باور ما خلاف قوانین است. به او خاطر ما آرزومندی ماییست که اینا داخل پروسه شوند. وقت ما بسیار کم است. یوناما از هر دو کاندید خواسته تا روند انتخابات را طوری که شما گفتن احترام بگذارند و نتایج نایی را هر گونه که بود از جانب کمیسیون ها بپذیرند. آیا ستاد انتخاباتی شما آماده است تا به این خواسته یوناما لبیک گفته و در این پروسه فعالانه شرکت کنه و بعد هم نتیجه نایی را بپذیره؟ بله، ما اصلا از ابتدای این پروسه تا هنوز به صورت فعال در این پروسه شرکت داریم، قسمی که شما میفهمین. ما هر نوع نتایجی که در اوج شفافیت وجود داشته باشه و قانونی باشه ما میپذیریم. حتی جناب دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی به صراحت اعلان کرد که اگر دکتر صاحب عبدالله انتخابات برنده شوه، البته در صورتی که شفاف باشه، اولین کسی که برای اونا تبریک میگیم شخص خودم خواد بودم و حتی گفتم که به خانه دکتر صاحب عبدالله میرم و برش تبریک میگم. متاسفانه جریان مقابل آماده نیست که اجازه بده که انتخابات به صورت قانونی طی مراحل شوه و از مجاری قانونی بگذره. اونا اعتراضاتشان قبل از اینکه پروسه انتخابات از مجاری قانونی بگذره، اونا اعتراضات خود آغاز کردن. بله، تشکر آقای پویان، ممنون از اینکه وقت خود در اختیار برنامه ما گذاشتین.